یو یو سلام برای بکس، امروز براتون یه اپیزود کشاورزی داریم، نه کشاورزی قدیمی، کشاورزی جدید. راجع کریپتو بیت کوین از این صحبت ها روی خط کیانو داریم، یعنی روی تصویر که همین کارا رو میکنه، کرده. یه دفعه به گا رفته، بر راه دوم رفته، الان دبی گسکلک بازی میکنه، میبینیم عمرم میچرخه. ماشین چی بود؟ مزدا؟ من ماشین ندارم داداش، با مترو میریم این برمه. من پول دار نیستم، یه شب زیر پل خواب سگ بغل کنم. بگو ماشین چیه، خود خجالت بکش. هیچی نشده، حضورم در یوتیوب رو میخواید با فوش. اوکی، بگو ماشین چه رنگیه. خوبه اینجوری شروع کنی، بگو ماشین چه رنگیه. سبز دیگه، یا چمنزن دیوس یا لامبورگینی داری دیگه، خودتون تصمیم بگیرید. آره ماشین خود خوب. چیه؟ تو مازراتی داری نه؟ من یه دونه خانوم دارم، اون میره کارامو انجام میده میاد. ستونه گنگ، از اونجایی که ما چه تیم و فوتبال بازی میکنیم گل میزنیم، من که یادم میرسی سوالا رو بپرسم. قلندرم که کاملا پرتغال خل بعد برنامه یادش میفته. خلاصه یه سه چیزایی که فکر کنم نمیدونین و بعد از برنامه از کیان پرسیدیم که برامون توضیح بده. خلاصه خاک بر سرمون، برو بریم. خب حالا اینجا الان سوال پیش میاد که فارم چیه؟ در واقع هر فارم وظیفه اصلیش تایید و سیکیور کردن ترانزکشنایه که یا تراکنشایی که توی بلاکچین انجام میشه و با انجام دادن و تایید کردن و سیکیور کردن این ترانزکشنا و ثبت کردنش توی بلاکای بلاکچین یه کارمزدی به ماینر تعلق میگیره و به این کار میگن ماین کردن. یعنی شما به عنوان اینکه یه سرور غیر متمرکز ساختین که تراکنش های کریپتوکارنسی که تو سراسر دنیا اتفاق میفته رو ثبت میکنید به صورت کدها و اعداد ریاضی، به این کار میگن ماین کردن. و جایی که توش ماین اتفاق میفته، یعنی اون محیطی که درست کردین که توش ماین کنید، به اونجا میگن فارم. برام تعریف کن از اون اولین باری که شروع کردی یه دون از این کوین ها رو فارم کردن، کدوم انتخاب کردی؟ بیت کوین بود، ایتریوم بود، کدومش بود؟ اولش بیت کوین بود دیگه. ببین، من پدرم و یه رفیقی که داشت شروع کردن این کار رو انجام دادن، حالا لوکیشنش هم نمیگم، توی میدلیست بود، ولی شروع کردن این کار انجام دادن. بعد این سیستمش با برق بود، همونطوری بود که همه فارما از اول مثلا بیسش همینجوری بود دیگه. میشه من چون خیلی بلد نیستم به من یه توضیح بده. یه خونه یه چهارخوابه که توش یه فامیلی زندگی میکنن، خب در ماه چند کیلووات برق استفاده میکنه معمولا؟ فارم خب شما چقدر استفاده میکرد؟ خونه فامیلی رو من نمیدونم، بستگی داره، اون یه چیزیه که اصلا دقیق نمیشه. نه حدودا باید یه عددی باشه، باید یه میانگینی باشه. حاجی مثلا 10 برابر، چقدر بهت بگم، آره دیگه 10-15 برابر مصرف یه خونوار استفاده میکنه اونجا. چون نگاه کن حدود تو باید حساب کنی. چند تا کامپیوتر روشنه با 15 برابر خونه؟ الان دقیقا بهت میگم. نگاه کن، هر ناکن فارمینگ اینجوریه که یه بیسی هست، تو روش یه بورد داری، چند تا کارت گرافیک داری دیگه، حالا بر اساس اون پاوری که هر بورد تو داره، حالا جمعاً مثلا هر بورد میتونه 5 تا کارت گرافیک داشته باشه، یه پاور 1600 وات داشته باشه یا 2000 وات باشه، حالا بستگی به کارت گرافیک تو اینا این متغیره. حالا حساب کن مثلا تو 30 تا بورد 1600 وات داشته باشی، اونجوری باید حساب کنی، یعنی باید 30 رو ضرب در 1600 کنی. مثلا سری اول ما 48. با 25-6 تا مثلا بورد شروع کردیم، رو هر کدوم 5 تا کارت گرافیک بود، یه همچین سیستمی بود. بعدش که خب این برق خیلی زیادی مصرف میکرد. بعد چند تا شما بورد گذاشته بودین که هر کدومش 5 تا کارت گرافیک میگرفت؟ مثلا 25-6 تا، 25 تا، یعنی 25 تا 5 تا در واقع. آره مثلا توی ویر هاست تصور کن یه همچین سیستمی. بعدش از چون برق زیادی هم مصرف میکرد، آقا پیدا کردن همه چیزو جمع کردن کلن، یعنی همه چیزو کلی. خب یه سال خلافه آره، نه خلاف نیست، فقط ما نبودیم، که یه سری کسای دیگه هم بودن، اونا هم گرفته بودن، میگفتن که آقا توی قانون همچین چیزی نیست، چون تعریف شده نیست اصلا راجع به فارمی. نمیدونستم باید چیکار کنن. آره
همچین چی، ولی گرفتن دیگه، راست کردن بگیرن دیگه. فهمیدم. آره خلاصه بعد از این کشور یه کشور قانونمند بود نمیتونستن کاری بکنن، چون نه یه جایی مثلا تو بهت لایسنس میدن، حالا من کانادا نمیدونم سیستمش چجوریه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، مثلا ممکنه بهت لایسنس بدن یه ویر هاوس، یعنی بدونن چقدر برق استفاده میکنی، چقدر داری کنی. پول برقتو بدی دیگه، اگه پولتو برقتو بدی فکر نمیکنم اونجا کسی به کسی کاری بد داشته باشه، تو میگه کارخونه داری دیگه. خب بازم اونم بستگی بگن... داره دیگه، نمیتونی تو شهر داشته باشی نکنه با تیو. اصلا تو میری یه جایی کارمند، یه جایی کارمند بانک با تو حال نمیکنه، تا حالا چند بار شده اونم شانسی اتفاقا نمیفته. نه بازم مثلا کسی... تو توی فرودگاه چند بار به خاطر اینکه ایرانی مثلا یارو یه جور دیگه باهات نکردن؟ البته کانادا نه، حتی یه بار من حتی وقتی اومدم تو کانادا رفتم توی برنامه‌ای که هر ده هفته فکر میکنم، یعنی هر دو ماه و نیم یه آقایی میومد با من میشه صحبت میکرد، یه آقای ایرانی، که چه چیزی تو کانادا ناراحتت کرده، چه چیزی خوشحالت کرده، آیا کسی باید بیادب بوده و اینا. بعد در همین من خیلی قشنگ یادم خاطراتمو، چون میگه از هر هزار تا آدم جدیدی که میان یه نفر رو پیک میکنه دولت رندومی، بعد روی اون واسه دو سه سال ازش سوال میپرسن، من اون آدمه بودم واسه اون هزار تا مایی که اومدیم. من قشنگ یادمه هر وقت ازم میپرسید من هیچ وقت هیچ چیز بدی نداشتم، فقط خوبی داشتم و نه هیچ کی با تا حالا پلیس باید بعد حرف زده، تا حالا نمیدونم رفتی جای کار بخوای انجام بدی احساس کنی مثلا چون انگلیسی خوب حرف نمیزنی یارو بهت مثلا خوب سرویس نده، نه همه جا عالی بوده، همه جا خیلی خوبه. واسه همین اینجا استثنا من شنیدم تنها کشوری که تو دنیا ریسیست نیست کاناداست. میگم راضی 100 درصد از زندگی تو کانادا دیگه. آره من دیوونه اینجا، یعنی من ایوان. من واقعا دیوونه کانادا، من با کشور سرد البته میگم آمریکا هم خیلی دوست دارم. چی؟ سرد نیست زیاد، بچه‌ها میگن تو کانادا بشراشی یخ میزنه رو هوا. نه اون طرف من نیست، اون طرفه، اون طرف کسی من نمیدونم چرا فکر کنم مثلا توی کشوره یه طرفش سرطنش میشه منهای 2، یه طرفش سرطنش میشه منهای 40. بعد اومد که منهای 40 بیشتر جمعیت داره. چه جدی میگی؟ آره چرا من نمیفهمم، نه نمیدونم. خب میگفتیم بعدش اونا اومدن گرفتن، خب بعدش اومدن جمع کردن و بردن دیگه. ما هم و جریمه دیگه رفتن. نداره، فقط گرفتن بردن، نگفتم مثلا باید بری زندان، نمیدونم پول باید بدی. ببین وقتی که حتی ما رو برده بودن اونجا یه پدر و پسر دیگه هم دقیقاً بودن که اونا هم گرفته بودن برگشته بودن، آقا میگفتن که هیچ قانونی نیست که الان ما مثلا تو قواعد قانون مملکت چیزی نیست که تو رو مجرم کنه، چیزی هم نیست که بگه مثلا این کار اوکیه، ولی ما جمع کردیم دیگه، ما جمع میکنیم کلا. یه سری هم تو تلویزیون اینا آره گفته بودن، می اومدن می دیدن تو برنامه شما ولی کاری به خودتون دیگه نداشتن، می گفتن آقا کار رو ریدیم توش بدیم چیکار کنن. اوکی. آره دیگه جمع میکنن میبرن، مثلا همین خواننده ها رو میگیرن تمام سیستمشون و ارگ و گیتار و همه چیشون رو جمع میکنن میبرن خودشون دیگه، حالا یا اگه کاری کرده باشه یارو اونم بستگی داره. چقدر شما خرج این ارگ و دنبل و کاسک کرده بودین که ستاپ کنی سری اول؟ آره که اومدن ریدن توش حدود حدسه. چطور بهت بگم 10 تومن 12 تومن 12 میلیارد ها؟ آره چه نامردی، یعنی شما اومدی 12 میلیارد پول گذاشتین که یه کاری بکنین. آره. که بتونین پول درست کنین، که وقتی شما پول درست کنین خب کل کشور داری پول. آره. پول میکنین دیگه، هیچ ضرری هم به کسی نمیزنیم، پول برقمون هم میدیم، ویر هاوس هم مال خودمونه، هیچ کاری هیچ ضرری اصلا هیچ اتفاقی داره نمیفته. من میخوام تشکر دیگه کنم از اون پلیسا و گروه هایی که اونا شما رو گرفتم از زندگی رو سالم تر کردم، چون واقعا اگه من دستبند نزن خیلی نامردی بود به نظر من واقعا، چون فقط میتونی سود داشته باشی ضرر نداری، ولی هنوز خیلی خوب. حالا این اتفاق افتاد، دیدن تو برنامه شما استپ بعدی چه اتفاقی افتاد، چیکار کردین شما؟ بعد حدود یکی دو سال ما فاکت آپ بودیم که چیکار کنیم و اینا، منم خب بیش فعالم دیگه، مثلا من یه جا نمیتونم بشینم، آقا همش دنبال اینم یه کاری بکنم دیگه، یه کاری انجام بدم. به ذهنم رسید، حالا احتمالاً به ذهن کسای دیگه هم رسیده، جای دیگه هم انجام دادن، ولی ما اومدیم چیکار کردیم، این برق و این سیستم رو با پنل‌های خورشیدی اومدیم را انداختیم، یعنی 1000 متر مربع پنل خورشیدی که مثلا برق این فارم اوکی میکنه که ترک هم نمیشه، یعنی نمیتونم پیداش کنم. خیلی خورشید داری استفاده میکنی دیگه؟
آره. بعد این پنل ها کثیف میشن، بعد تمیزشون کرد. ببین افتضاح میشه، یعنی بهت میگم فاجعه. بعد یه صدای خیلی زیادی داخل فارم هست همیشه، همه جا هم باید مثلا راه هوا باشه که چیز شه دیگه، ایر کاندیشنینگ داشته باشه که محیط هی هواش کاندیشنینگش اوکی باشه. همین باعث میشه که خاک میشینه، یعنی یه خاک افتضاحی میشینه. باید تمام کارت گرافیکا رو دونه دونه در بیاری، ببری چیز بزنی، براش بزنی، تمیز کنی، آراجی و سرویس کنی. سرویس نکنی ماینت اصلا افت میکنه. حالا چون برق کم شه تا میره پایین دیگه، افت میکنه. خود این کارت گرافیکا بعد چند وقت کند میشن، یعنی وقتی تو با یه کارت گرافیک داری ماین میکنی تا چند وقت واسط اون بست پرفورمنسشو داره، بعد چند وقت دیگه کند میشه و دوباره اونم باید ریپلیس کنی. کند میشه چون توش یه چیزی عوض میشه یا چون تکنولوژی میده جلو؟ کند میشه چون داره کار میکنه، چون داره کار میکنه. خب من برق توش داده میشه چجوری کند میشه؟ ببین وقتی که تو داری ماین میکنی از 100% یوزیج جی پی یو داری استفاده میکنی دیگه. خب این استفاده مداوم یک سره تو بشینی بازی کنی یا ادیت کنی، یه جایی تو بازیت کاتسین داره یوزیج میره بالا، یه جایی میاد پایین، یا داری ادیت میکنی توی رندرینگ نهایتا یه فشاری روی سیستمت میاد، ولی وقتی داری ماین میکنی این فشار مداوم هست، یعنی نان استاپ روی اون دستگاه ها این فشار هست. میگیری چی میگم؟ واسه همین کند میشه، یعنی ضعیف میشه. یعنی مثلا بعد چند وقت کار دیگه 100% درست نمیکنه، 90% درست میکنه؟ نه حالا اون 90%، 98%. آها فهمیدم، یه خورده آره. اون اولیش نیست. فهمیدم ضعیف میشه دیگه. خب بعد فارم دوم زدین و 1000 متر مربع سولار پنل زدین. آره. و تکه رو الان اون اکتیوه. حالا این آره. ستاپ این چقدر خرجش درست بشه؟ این ستاپ حدود مثلا 20 تومن 22 تومن، نمیدونم دقیقا. چون چند نفریم، ببین یه نفر نیست، بعد جدا جدا این 2 سال طول کشیده که مثلا اون پنلای خورشیدی اونجا حالا اوکی بشن. یعنی الان چند ماهه فکر کنم 3-4 ماهه که داریم استفاده میکنیم ما از این، یعنی حدود مثلا 1 سال 1.5 سال طول کشید که تازه این ستاپ بشه. یعنی آره. خب یه سوال، این الان چقدر تولید میکنه؟ الان هنوز فقط بیت کوین یا چیزای دیگه هم هستین؟ نه اتریوم هم هست. اتریوم چقدر تولید میکنه؟ بیت کوین چقدر تولید میکنه؟ ببین همه چی بستگی داره به ماینی که داری میکنی، به دمای جی پی یو، به همه چی رو هم دیگه. مثلا ماهی بهت بگم چقدر در میاره این فارم، کلا اوورال بهت بگم ماهی شاید $100,000 $120,000. ام کوینی بهم بگو، من کوین دوستام بدم، بگو چند تا کوین مثلا یه دونه بیت کوین میسازه یا مثلا 100 تا اتریوم یا نه؟ مثلا سه بیت کوین چیز میشه دیگه، 3 تا بیت کوین تولید میشه در ماه. میخوام بدونم خوب. تو چند درصد این کامپیوترها رو، این شما که جمع شدین دور هم، تصمیم گرفتین چند درصد بیت کوین تولید کنن، چند درصد اتریوم؟ گفتی 70% گرافیکا رو بذاریم رو بیت کوین، 30% رو اتریوم. خب ببین کلا این سیستم جدیدی که الان ران شده بیشتر درصد بیشترش چیزه اتریومه تا بیت کوین، ولی اون اولیه که به فاک رفت اون بیشتر روی بیت کوین بودیم. اون تایم فکر کنم بیت کوین $10,000 بود یا $7,000 بود، 2017 اون موقع بود. آره اون موقعی که بیت کوین $7,000 بود صحبت هم مال اون موقع است. بعد دیگه اومد بالا و رفت پایین. بعد شما کی موف کردی دبی؟ بعد فارم، قبل فارم، وسط فارم، یا اصلا ربطی نداره؟ من کلا ببین از 15 16 سالگی فکر کنم تنهایی زدم بیرون، یعنی گفتم که آقا من دیگه. خودت؟ آره خودم گفتم. اوکی. که به خانواده‌ام گفتم من با این سیستم و حالا آقا نه درس حال می‌کردم بخونم، حالا نمیگم باهوشم ولی احمقم نبودم، یعنی درسم بد نبود، خودم نمی‌خوندم، درس حال نمی‌کردم بخونم چون سیستم آموزشی رو دوست نداشتم، اونورم کار دوست نداشتم بکنم، دوست نداشتم که واسه کسی کار کنم و اینا. گفتم حالا میزنم بیرون، 15 16 سالگی زدم بیرون، میچرخیدم دیگه برای خودم. حالا وضع خانواده من همیشه نه خیلی خوب بدم نبوده، اوکی بودیم همیشه دیگه، تونستم مثلا بگردم. بعد خانواده تو رو جوین کردن تو دبی؟ گفتن حالا همه بیایم اونجا تو هستی؟ یعنی که نه چجوری شد یو هم اومدی؟ بعد از اینکه اون سیستم به فاک رفت، من بابام پاشد اومد دبی. خودش هم البته سالها پیش کارایی میکرد، مثلا میومد یه سری جنسا جا به جا میکرد و وارد میکرد و میبرد و میآورد و تو دبی کار میکرد، یعنی رفت آمد داشتیم از قبل.
فهمیدم. الان هم که دیگه دو کشوری. خب این بعد این سواله من بود از فارم. قلندر تو سوالی برات پیش نیومده بپرسی راجع به فارم و اینا که بعد دیگه بریم کیا از مورد پرسید. چرا یه سری سوال داشتم که می‌خواستم بدونم شما با جی پی او اینا بیت کوین ماین می‌کردین؟ چه سن بوده؟ مثلا کمتر افیشنت نبوده؟ کارت گرافیک من شنیدم اتریوم بهتر باشه میشه ماین کرد تا بیت کوین. دقیقاً. خب ببین اتریوم خب الان درصد بالاتری سیستم جدید. ببین من اون موقعی که بهت میگم ما یه مشت آدم تازه کار بودیم که هیچی بلد نبودیم. مثلا یه نالج بیسی من از کامپیوتر داشتم، اون یکی مثلا من پدرم مثلا مهندس برقه، هر کی یه چیزی بلد بود همینجوری کسخری اینجاشو سانسور کن، کسخری سرهم کردیم که فقط بگیریم، فقط ماین کنیم، یعنی یه چیزی در بیاریم فقط دیگه ازش، حالا ببینیم چی میشه، که بعدش هم دیگه به فاک رفت و اینا، که دیگه الان خیلی حرفه‌ای تره. خوشحالم که الان همه چی داره خوب میره جلو، از این هپی اندینگش خوشحالم. یه سوال دیگه هم کرده بودیم که آیا توی سیستم های خونگی خوبه که ماین کرد، یا حالا بعضیا توی گوشی میکنن شنیدم، یا یه سری ها رو دیده بودم که حتی طرف با بی ام دبلیو آی تش که با سوخت برقی کار میکرد پشتش یه سیستمی درست کرده بود چند تا کارت گرافیک و اینا ماین کنه و اینا. من زیاد با اینا موافق نیستم، سود خاصی هم نداره. کیس هایی که شما میرین میخرین توی خونتون دارین، حالا اگه کارت گرافیک خوبی هم دارین، این کیس ها شاسیش برای ماین کردن ساخته نشده، یعنی اون کولینگش یا سیستم خنک کنندش و محیط داخلیش نمیتونه دمایی که یوزیج 99% شما واسه ماین داره درست میکنه رو بتونه ساپورت کنه. سیستمتون خیلی کند میشه بعد چند وقت، قطعاتتون حتی ممکنه خراب شه. من پیشنهاد نمیکنم اگه میخواین ماین کردن رو شروع کنید، اول تخصصی برین دنبالش، راجبش تحقیق کنید، ببینید چی به چیه، به چی احتیاج داره، چه کارت گرافیکی خوبه، چه پاوری، و تخصصی بیاین واردش بشین، نه اینکه حالا چون پول توشه فکر کنی مثلا میتونی انجام بدی. نه، اینو بدون که ریدی گوگل